خب به عزت هشم اورخیم فصل 25 طایف یود گیمل میشنا برورای نونوا. خب ما جلسات گذشته خوندیم رباتای که زمانی که تفیلین میبندیم رسمه که با تفیلین سه تا قدوشا جواب بدیم، یعنی یکی قدوشای یوتسر، همون جایی که میگیم قادوش قادوش هشم سباوت منوکن هارس که بادو تو یوتسر، صداتون قطع شد. ببخشید عواطعی من قطع شدم. پس طبق قبالا تا آخر آن نوم شب یخ، طبق پشاز تا آخر والسیون، خب که خوبه ما سخت بگیریم تا آخر آن نوم شب یخ تنیمون باشه تفینه. خب بریم نونوا میشنا برورا سایف قاتان نونوا شالوش قدوشوت ستا قدوشا ستا نقدیشاخ. میشنا برورا میگن که تاوت سوفر بود، یعنی اشتباه نویسنده است و در حقیقت تاریخ لومر لازم بود که بگن شالوش قدیشیم سه تا قدیش و اربع قدوشوت و چهار تا نقدیشاخ. خب کی زیرا بانخوه تشم همه وراخ نخشاب حساب و قدوشت قدوشای صفا برورای دومی و قدوشت ها امیدا. صفا برورا اینجا منظور همون یوتسره، اقدوشت و نقدیشاخ در ها امیدا در لخش و قدوشا در والسیون. ببینید ایشنا برورا عقیده دارن که صحبت ماران تاوت سفره، یعنی نویسنده اشتباه نوشته گفته سه تا قدوشا، منظور چهار تا قدوشاست که چهار تا قدوشا بار خود تشم همه وراخ هم شاملش میشه. پس بار خود تشم همه وراخ نقدی شاخی که در یوتسره، نقدی شاخی که در خزاراست و نقدی شاخی که در والسیونه، قشدوشا قدیشیم و سه تا قدیش. خب صدا هست ربوتای؟ صدا هست؟ بله. و سه تا قدیش، خطی قدیش، نصف قدیش، شقودم بارخو قبل از بارخوه و خطی قدیش و نصف قدیش بعد از تفیلای لخشه و یه قدیش شالم کامل که بعد والسیونه. ببینید سه تا قدیش هم جواب میدیم دیگه. سه تا قدیش چجوری جواب داده میشه با تفیلی؟ یه قدیش که بین ایشتبخ و یوتسره، یه قدیش بین ایشتبخ و یوتسر، یه قدیش هم بعد از آناس، بعد تخنونی، یه قدیش کامل هم بعد والسیونه، قدیش تیت قبل. نون واب رب و تای فصل 25 تایف قاتان نون واب میشنا بروراییم. پس بنجه ما چهار تا قدوشا جواب میدیم، سه تا قدیش حد اقل. بله؟ خب بریم ادامه. اومیکرون ماقوم از هر جهت مشمع برداشت میشه از پریم گادیم و سایر اخرانیم دوام قموت که در مکانهایی که رسم دارن بگن قدیش یا توم. قدیش یا توم گفتیم به قدیشی که میگن که قبل آنینون شب یخه. به خولیوم در هر روز بعد از آنینون شب یخ توم شنول خلوس خوبه که در نیارن تا بعد از قدیش یا توم. پس پیمگادی میگه که آقا خوبه در نیارن تا آخر قدیشی که آخر کار میگن. و اناشین و افرادی که شنو حگیم که رسم دارن نقپل که تا کنن
تتلیت تلیتشون را و تفیلینشون را اون هنیخان را قرار بدن به تیقان در کیسشون به ات در زمان امیرت قدیش گفتن قدیش لو یا فهن اسیم کار خوبی انجام نمیدن. ببینید بعضی هستن وقتی دارن قدیش میگن اون موقع میان سیستو تفیلینشون را تا میکنن، این اشتباس. ببینید درجه قدیش خیلی بالاست، یا مخصوصا بعضی ها تو قدیش میان صحبت میکنن، این خیلی ایسور داره. مخصوصا تلوین خخامیم، کسی که اسم تورا روشه باید دقت کنه که زمان قدیش آسور صحبت کردن، آسور. بخیل الحشم خیلی موقع تلوین خخامیم که میان وقتی دارن قدیش میگن حرف میزنن، این خیل الحشم خسلشانو و اصلا درست نیست. زمانی که دارن قدیش میگن میدونید که قدیش درجهش از نقدی شاخ هم بالاتره. جواب دادن این هشم مهربا از نقدی شاخ هم درجهش بالاتره. بنابراین باید تموم حواس به گفتن قدیش باشه و جواب دادن آمین یه هشم مهربا. پس اونایی که میان وسط قدیش سیسیت و تفیلینشون را تا میکنن این کار اشتباهیه. دمعود یش نخوون که خیلی زیاد یش نخوون و نیت ببندن در جواب دادن آمین یه هشم مهربا. ببینید اینا تو گمارا میگه کسی که آمین یه هشم مهربا را به خل کخو با تمام قدرت جواب میده، منظور با تمام کوانهاشه که جواب میده، اگه 70 سال بدی هم براش بریده باشن این 70 سال تبدیل به خوبی میشه. ببینید چقدر جواب دادن یه هشم مهربا مهمه. پس وسط یه هشم مهربا و قدیش آسوره که آدم بیاد حرف بزنه و درست نیست که بیاد تلیت و تفیلینش را براخا کنه بذاره تو کیسه. همونطور که میگیم جلوتر در سیمان نونوار در تو و شوخانامون و آمنی هش مهربا هو اوت اون دگر به مدرگاه گاغو وح در درجه بالاتری از قدوشا از نردیشا. یعنی گفتم خدمتتون جواب دادن یه هش مهربا حتی درجهش از نردیشا هم بالاتره. کم وعار همونطور که آورده اونجا در ماگن ابراهام سایف ماتن آلف و ودای مطمئنا لو گاره کمتر نیست شعار براخوت از سایر براخه ها که از ربانان ده آسطور لعصوت که آسطور انجام بدن کار افیلو تشمیش حتی تشمیش یعنی استفاده قل سبوک به شعار در زمانی که شهو مبارک که اون داره براخه میگه. ببینید ما اینو قبلا داشتیم براخه های ربانان ها وقتی آدم داره میگه نباید کاری انجام بده با حتی یه تشمیش قل حتی یه کار سبوکی هم وقتی آدم داره براخا میگه نباید انجام بده. حالا قدیش هم همینجوره. قدیش هم درست وسط قدیش درست نیست که آدم بیاد مثلا سیسیتشو براخا کنه، تفیلینشو براخا کنه. اینا کار درستی نیست چون اینا میده ربانان آدم باید تموم حواسش به قدیش باشه. همونطور که تو توضیح میدیم جلوتر در سیمان 191 در مورگن ابراهام سایب خاتان بیت. خب بفرمایید هاخامنشاهی عزیز. ببخشید صفحه قبل من صداتون قطع شد جا افتادم. میشه بار دیگه از خدا تا دوست کلمه جلوترش را معنی کنید؟ ببخشید. بله خدا یکی شهید دوار شبیق دوشا که اون دوار شبیق دوشا است و قدوشت صفا برورا. صفا برورا همون قدوشای یوتسه را میگن صفا برورا و قدوشای امیدا یعنی نقدشاخ لخش و قدوشای وانسیون و سه تا قدیش خسی قدیش نصف قدیش که قبل بار خوه نصف قدیش هم بعد از فیلای لخشه و یه قدیش کامل بعد والسیانه و از درجت برداشت میشه از پرمگادی و سایر اخرونیم که در مکانهای که رسم دارن قدیش یاتون بگن یعنی قدیش بعد آلنون شبه یخ یا بعضی میگن قبل آلنون شبه یخ که بعد از فیلای بعد از آلنون شبه یخ خوبه که در نیاره تا بعد از قدیش یاتون. ببینید پس طبق ماران بعد والسیان میتونه تفیلینش رو در بیاره. طبق مقوبالا تا آخر آلنون شبه یخ. طبق پرمگادین تا آخر قدیش بعد از آلنون شبه یخ. بله. خب بفرمایید هاخام نتانل. سلام علیکم که بود حالات. شخصی که داره قدیش میگه خودش میتونه سیستش رو تا بزنه یا تفیلنش رو در بیاره؟ واضحه که آسوره. جواب دهندگان نباید این کارو بکنن. صد البته کسی که داره قدیش میگه. ولی حالا یک حفظ خود میدیدیم که این کار انجام میدادن. اشتباس بهشون بگید حتما بگید آقا کسی که قدیش میگه یا جواب داد در زمان قدیش درست نیست که بیان سیستو تعلیتشون رو براخا کنن.
بله بفرمایید. بله تو دارم. زنده باشید آقا موشه. بفرمایید. آره نیمه خیلی این چه چهار تا قدیش گفت این نفر او تاوت سفر خو خطش رو میشه بخونیم تا این باید توضیح هم بدیم اون توجه نشون چرا تو من قدر توضیح شو ببینید تاوت سفر خو اشتباه نویسنده است که در حقیقت لازم بوده بگه شالوش قدیشیم سه تا قدیش و چهار تا قدوشوت نقدیشاخ. حالا نقدیشاخ نگیم، چهار تا قدوشوت یعنی چهار تا دیده قدوشاخ که بارخو هم شاملش شد. بارخو تشم همه وراخ، زیرا بارخو تشم همه وراخ حساب میشه خدا یکی، یعنی بارخو تشم همه وراخ هم جزء دوایم شه به قدوشا میاره میشتا به وراخ. همین دو قدوشا نقدیشاخ نیست یعنی خب. جور دارم بله منظور نقدیشاخه ولی میشنا به وراخ میگه بارخو هم جزء قدوشا حساب میشه. اوکی مرسی زنداش. خب ببینید تاوت سفر که به کار برده میشه این لاشون کابوده، مثلا نمیان بگن که ماران اشتباه کرد، مثلا یه راوی که یه صحبتی ها کرده نمیان بگن آقا اشتباه کرد، این لاشون احترام نی. معمولا میان چه لفظی ها استفاده میکنن؟ یا میگن آقا فکر من، میگن اینجوری به فکر ناقص من اینجوری جور در نمیاد، یا اینجوری میگن. ببینید مثلا شما اگه یه ایرادی پیدا کنید تو صحبت ماران یا بزرگان دیگه نباید بگیم اشتباه میگن، یا باید بگید که آقا به فکر ناقص من اینه، من نمیتونم درک بکنم نظر ایشونا، یعنی ناقص بودن رو خودمون باید بذاریم. به قول هخامنشی‌ها بله لعنیوت دعتی، لعنیوت دعتی یعنی فکر ناقص من، یا اینجوری باید بگیم، یا باید بگیم تاوت سفره. تاوت سفر البته هر کسی هم نمیتونه ادعا کنه تاوت سفر، یکی مثلا گامونه روز صحبت مثلا ماران میشنا به روران که خودشون گامونن میگن آقا تاوت سفره، یعنی نویسنده اشتباه کرده، یعنی ماران درست گفتن ولی نویسنده بوده که اینا اشتباه نوشته. پس اینم لاشون احترامه، نمیان بگن آقا ماران اشتباه گفته خسفشانو، میگن تاوت سفره یعنی سفر کاتب اشتباه نوشته، یا میان با این لفظ میگن، یا میگن که تلمید توئه بوده، یعنی یه تلمیدی از قول این استاد گفته و اون تلمیده اومده اینا گفته از قول استاده، یعنی وابسته میکنیم به تلمیدی که اشتباه اونم اومده از قول راوش گفته. بعضی موقع اینجوری میگه. پس ببینید نباید ما وقتی یه پسقی یه بزرگی یه چیزی گفته و واقعا چیز دیگه باید باشه نمیان بگیم آقا اشتباه گفته، ما در حدی نیستیم که اصلا بخوایم صحبت کنیم در مورد اون بزرگوار، یا باید بگیم که آقا لنیوت در فکر ناقص من اینجوریه، یا باید بگیم که تاوت سفره، یا باید بگیم تلمید توئه بوده، که ما میبینیم تو اخرونیم هم همیشه رو صحبت ایشونیم اینجوری حرف میزنن که باید اینا دقت باشه. خب بریم ادامه راه. بفرمایید تو خامنه‌ایشا. ببخشید پرمگادم که گفتن یه قدشی که بعد آل نوه تفیل نشونه در میارن، خب الان قد ما بعد آل نوه قدشه یه آتوم نمیگیم، قدشه یه هیچلا ماست. درسته بعض جا رسمه که قبل آل نوه شبیه قدشه را نمیگن علی اسرائیل، بعد علی اسرائیل میگن. مرس زنده باشید. اونجا طبقا اون رسمه اونجا گفتن. اوکی. خب بریم ادامه نبخاری. هگار بهش میشه کاتر. هگا رو نخوندیم. صحیف 13 شولخان آروخ هگا رو نخوندیم. هگا رو میخونیم. بهش میشه کاتر و از کسی که میگه الصد هقبالا بر طبق قبالا شلو نخلص که در نیاره تا اینکه بگه شالوش قدو شد. سه تا نقدی شاخ و چهار تا قدیش. یعنی لاخر قدیش یاتوم بعد از قدیش یاتوم و اینگونه رسم اونایی که مدقدنیم دقت میکنن. خب هگا میگن چهار تا قدیشم. خب بریم ادامه رو تایی. ادامه ماران. اویام شش با سفر تورا و در روزی که هست در اون سفر تورا نوحگیم رسم دارن شلول خلصام که در نیارن تفیلینا اد شیخزی رو تا اینکه برگردونن سفر تورا را و یعنی نخوهو و قرارش بدن در حقار. پس روزایی که سفر تورا در میارن چه موقع میتونیم دیگه تفیلینا در بیاریم؟ وقتی سفر تورا را بردن تو حقار طبق ماران.
ولی گفتیم بازم طبق قبالات آخر آره نون شبیه. خب رب و تایی میشنا به رورا رو ببینیم. نون زین عد شیخ خزیرو میشنا به رورا سایف قطان نون زین عد شیخ خزیرو رمز لداوار اشاره به این مطلب پاسخ داریم و یا عبور ملکام لیفنه هم و یا عبور و عبور کرد ملکام یعنی پادشاهشون لیفنه هم جلوشون پینو سفر تورا یعنی سفر تورا و دونای بروشام و خداوند در سرشون بود یعنی تفیلین. تفیلین منظور اینجا میگه خداوند رو سرشون بود منظور تفیلینه. چرا؟ چون اسم خدا تو تفیلین اومده. بنابراین از این پاسخ ما اشاره شده که یاد میگیریم زمانی که سفر تورا هنوز تو هخال نرفته آدم تفیلینش رو در نیاره. و یعنی خوب به هخال نونخت سایف قاتانه نونخت میشنا برورم و قرار بدن تو هخال و هخلسام قدم و کسی که در بیاره اونها را قبلش الکل پانیم از ارجحت مواظب باشه شلو یه حلوتس که در نیاره تفیلین سر و جلوی سفر تورا کده شلو یه گله روشو به خاطر اینکه آشکار نکنه روشو سرش را بفانه ها جلوش. ببینید جلو سفر تورا ما نمیتونیم تفیلین اونا برداریم تفیلین سر را به خاطر اینکه نباید آدم آشکار کنه سرش را جلو سفر تورا الا یستلق نیستادین بلکه یستلق یعنی دور بشه لیستادین به اطراف یعنی روشو از سفر تورا برگردونه جلو سفر تورا تفیلین سرشو بر نداره روشو برگردونه تفیلین رو برداره و در شلیات تفیلین دست دله کاگیلوی که آشکار بودن نیست یا بیتفیلین شلروش یا تفیلینی که زیر تلیت گادول باشه مجازه. از آبا تفیلین سر رو نباید جلو سفر تورا در بیاری یا یعنی اینکه باید رومون رو برگردونیم به یک سمت رو برو سفر تورا نباشه روبرو سفر تورا نباشه و تفیلینمونو برداریم رومونو برگردونیم به طرف دیگه برداریم تفیلینا و یا اینکه تلیت گادولا بندازیم رو سرمون اون موقع تفیلینا برداریم. این مهمه. بله بفرمایید هاخا موشه. هاخا موشه بفرمایید. آره میشه که آخر تو نگفتیم شیشت بزن یعنی برای شیشت گفتن الان ها برای چی؟ بعدی که گفتیم و یا عبور ملکام لیفنه هم یعنی چی؟ و یا عبور و یا عبور ملکام یعنی و عبور کرد ملکام پادشاهشون جلوشون ملکام یعنی سفر تورا و دونای بروشام و خداوند رو سرشون بود که خداوند اینجا منظور کنید که الان توضیح دادین چی بود نیستی گفتین اگر میخواین در بیای حتما باشید روش باشه اینا چی باید توضیح دادین؟ ببینید تفیلینا ما مستقیم تفیلینا نباید جلوی سفر تورا تفیلین سر را در بیاریم این کابود سفر تورانی باید حتما سر ما برگردیم طرف دیگه یا اینکه تنید گادولا بندازیم رو سرمون بعد تفیلینا در بیاریم. اوکی؟ این چرا خب برای چی جلو سفر تورا باید گالویه نباید سرمون آشکار بشه جلو سفر تورا نباید خب آشکار شدن سر کابود نیه جلو سفر تورا حالا آشکار شدن سر هم میتونیم کنارا بگیم هم تفیلیم تفیلیم خب خیلی تحصیل فقط بیشتر آخرهای ما هم مطمئن به پیشونی حضور سر نمیشونه که عزیزم مگه رو سر نیست تفیلیم رو سر آشکار یا نه؟ بله اگه بردارید رو سر یه چیزی خالی میشه یا نه؟ آره ولی خیلی جا نمیگیره خیلی جا نگیره کابوده دیگه تفیلین مقدس‌ترین چیز سر رو که بپوشونه کابوده برای آدم جا نگیره خب کلا هم یه کلا کوچیکم باشه جا نمیگیره زیاد کاری به جاش نداریم کابوده درست؟ بله این صفاتن آخری هم میشه سریم کنم این چنان همین دیگه گفتیم سایف آخریه ببینید کسی که در بیاره قبل از پلپانیم از در جهت موازه باشه شلو یا خلوت که در نیاره مال سر را جلوی سفر تورا به خاطر اینکه آشکار نشه سرش جلوی سفر تورا الا یستلق نیستادیم بلکه سرش را دور کنه به اطراف و در مورد تفیلین دست که آشکار نیست یا تفیلین سر که زیر تلیت گادوله مجازه یعنی تفیلین دست شما میتونید باز کنید شما آشکار نی و
ولی تفیلین سر که آشکانه نمیتونید جلو ستر تورا در بیارید، مگر اینکه به یه طرف به طرف دیگه رو کنید و در بیارید تفیلین سرتون رو، یعنی که تنید گابل رو سر بندازید و تفیلین رو در بیارید. این تفیلین دست بش برش گفتید گالوینی آشکانی تفیلین سر دست پوشیده است گالوینی دیگه، پس گالوی نمیشه اگه در بیاریم جلو ستر تورا. بله بفرمایید حافظ منیشا. اگه کلا هم سرش بود این اوکی نیست چون سرش پوشیده است. بله کلا یه پوششه، تفیلین هم یه پوششه دیگه است. نباید تفیلین ها جلوی سفر تورا در بیاریم تفیلین سر رو. زنده باشی. بفرمایید حافظ دانیل. خب عصر شب با تو هم به تورا در میارن، تفیلین هم رو سرمون نید نشکاری نداره؟ ربطی داره از زده. شما زمانی که تفیلین رو سرتونه آسور جلوی سفر تورا تفیلین سرتون رو در بیارید، وقتی نیست که خب چه ای سوری داره نبوده، پس چیا در بیارید؟ چیزی در موردید از اول نبوده. خب از اول نبوده که نبوده استادر گامون، درست؟ بله منو زنده باشید. خب بریم حگا رو بتاییم. حگا ادامه حگا و هینو به مقام شمخنیسیم هتورا و هینو و یعنی به مقام در جایی که شمخنیسیم که وارد میکنن هتورا سفر تورا را بعد از اوالتیون گوهل اوالتیم این حگ مدینوس. اما بر طبق رسم کشورهایی که شمخنیسیم وارد میکنن تورا را فوراً بعد از خوندنش این لخلسام در نمیاره رد، فقط که ما بشعار یامیم مثل سایر روزها. ببینید بعضی جا رسم شده که وقتی سفر تورا را میخونن همون موقع میان و سفر تورا را میبرن تو هخال، یعنی اول اوالسیون را نمیخونن. حالا اینا حتما اول اوالسیون را بخونن و تفیلینشون را در بیارن. پس طبق رسمی که اول سفر تورا را میبرن تو هخال بعد اوالسیون میخونن، اونا دقت کنن که اول سفر تورا رو میبرن بعد والسیون میخونن بعد والسیون تفیلینشون رو در بیارن. خب بریم ادامه ما را. به یام روش خودش. حالا روش خودش ها قانون چیه؟ با رد فقط که ما بشعار یامیم، فقط مثل سایر روزها، یعنی مثل سایر روزها که تا والسیون میخوندیم و در میابردیم اونجوری رفتار کنه. خب بریم ادامه. به یام روش خودش، در روش خودش خلسیم اوتام در میارن آنها را قدم تفیلت موسا، قبل از تفیلای موسا. خب رو تایی تو روش خودش نباید تفیلای موسا با تفیلین بخونیم، پس قبل تفیلای موسا باید تفیلینمون را در بیاریم. حقا به هو حدیم و اون قانونه به خل هماید، در خل هماید که گفتیم ما تو خل هماید تفیلین نمیبندیم، ولی بعضی اشکنازیان که تو خل هماید بدون براخا تفیلین را میپوشن. باید دقت کنن که مصاف خل همایدا که میخوان بخونن بدون تفیلین باید بخونن. حاضر دیگه؟ بله به هو حدین. پس همین قانونه برای خل همایدا که اشکنازیات خل همایدا بدون براخا تفیلین هم میپوشن، که باید برای مصاف موعد در بیارن تفیلینشون و دمقا به ما قوم و فقط در جایی که میگن در مصاف قدوشت کتر، قدوشای کتر را میدونید که تو روش بادش نردی شاخش کتره. وقتی کتر را میخونن با تفیلی نباید باشه. میو با این وجود نهگیم رسم دارن لسلقام که دور بکنن قبل از مصاف به خور مقام در هر جا. ببینید یعنی جاهایی هم که کتر یتنو خونده نمیشه بعد جا رسمی که مثلا نمیخونن، جاهایی هم که رسم کتر خونده نمیشه بازم با این وجود، خب بازم با این وجود بعد دقت کنن که حتما تفیلین رو قبل از مصاف در بیارن. خب بریم میشنابرورا. میشنابرورا سایف قاتان نونتت. میشنابرورا فصل 25 سایف قاتان نونتت. مصاف گفتیم نباید مصاف با تفیلین بخونیم. آخر شیخ زیرو بعد اینکه برگردوندن سفر تورا را در هخال اون موقع تفیلینش رو در بیاره. اوویم قموتن و در مکانهای ما شمخنیسیم که وارد میکنن تخ فوراً بعد از خوندن یخلسم در بیاره بعد از قدیش قبل از تفیلای مصاف.
و در الیاربا نوشته که در روش خودش یخلوت در بیاره بعد از دلوشای اوالتیون قبل از اینکه یه هیراسوم دفانه خاشنیش مرخوق خارا بگیره ولو یمتین و صبر نکنه تا اینکه در بیاره بعد از قدیش که ده به خاطر اینکه شلول هفسیق که فاصله نندازه بین قدیش و تفیلا ها. ببینید ابو تایی چه موقع برای خوندن مصاف تفیلین رو در میاریم تو روش خودش؟ بعضی ها میگن قبل از قدیش اینکه وارد مصاف بشن، بعضی ها اینجوری میگن، ولی بعضی ها میگن نه اول قدیش ها بگن بعد تفیلین ها در بیاره بعد مصاف ها بخونه. پس دو تا نظریه، بعضی ها میگن آقا قبل از قدیش تفیلین ها در بیاره بعد قدیش ها جواب بده و فورا وارد نخش بشه، نخش مصاف. ولی بعضی ها میگن اول قدیش ها بشنوه بعد تفیلین ها در بیاره. هر دوتا درسته. بله بفرمایید. ها خاموشه. بفرمایید. الان مخیلا چرا با چرا اصلا کلن مینه و بعد قادش خادش و اینا نقدیش ها با تفیلین باشه چرا اصلا کهته تو مصاف نمیام چی کن؟ دیگه خخامیم اینجوری توانا دادن که کتر، چون ببینید روش خودش تا حدی مثل شبات میمونه، یعنی قدوشایی داره مثل شبات تا حدی، بنابراین وقتی مصاف خونده میشه چون مثل قدوشایی مقرای قدشه دیگه تفیلی نباید باشه. بفرمایید خخام انشا. ببخشید این یه هیراستونه که گفتن چیه؟ یعنی ما داریم تو تفیلامون یه هیراستونه رو؟ این مال این دفانه خواهش نشمر خوبه خواه ما داریم فکر کنم آره یه لحظه نه نه ما نداریم اینو ما نداریم اصلا. ببینید اول اشکنازی هست؟ بله این براخواهی رو اشکنازی ها بعد از این که تفیل بعضی ها بودن وقتی تفیلینشون رو در می آوردن این براخواهی رو می گفتن. حالا جلوتر می رسیم که اصلا ما همچین قانونی ها نداریم. بعضی ها بودن با بستن تفیلین وقتی تفیلین ها در می آوردن این براخواهی رو می گفتن اشقید شانومی ستانسان و نشمو خوقه خواه که ما این براخواه رو نمی گیم. حالا جلوتر داریم بحثش ها. خب بریم ادامه رو بطایی. به او حدین به خل حمایت سایف قاتان سامخ. گفتیم تو خل حمایدم اشکنازی ها که تفیلین ها بدون براخا میبندن حتما قبل مصاف تفیلینشون رو در بیارن. و اخرانیم کاتبو نوشتن و اخرانیم نوشتن که واندهش عمری، چون که بعضی ها میگن که نباید قرار بدن اصلا در خل حماید تفیلین ها یه مهر عجله کنه به خلصام که در بیاره قدم حله قبل از حله. پس میشنا به رورا میگه که آقا اشکنازی ها که تفیلین ها خل حمایت بدون براخا میبندن قبل از خوندن حلل تفیلینشون رو در بیارن و شانیخ سیبور بعد از حلل در بیاره. پس مردم عادی قبل حلل، شانیخ سیبور بعد حلل. و در خل حمایت سوکا چهش پنای که بازم هست فرصت به عود در حالی که شممتینیم که صبر میکنن الها اتروک برای اتروک کمه براخا بگن همچنین شانیخ سیبورم یه خلوص در بیاره قدم حلل قبل از حلل. پس آقا اگه شانیخ سیبور وقت داره و سر جماعت نمیشه قبل حلل تفیلینش در میاره برای اشکنازی ها با قبل از حلل خل حمایت. مثلا تو سوکا چون همه میان رو اتروگ و لولاو براخا بگن یه وقتی داره اینجا دو سه دقیقه شانیخ سیبور، بنابراین حلل ها با تفیلین نخونه در بیاره شانیخ سیبورم. ولی موعدای دیگه خل حمایدای دیگه که سر جماعت میشه جماعت در بیارن بعد حلل ها بخونن، ولی شانیخ سیبور با تفیلین بخونه حللا. حالا اینا برای ما نفهم اینا ندارید که ما تو کلمایی اصلا تفیلین نمیبندیم مال اشکنازی هست. بله خب بریم ادامه. به هنو حگیم لیلبوش کل هیوم، اونایی که رسم دارن تفیلین کل روز بپوشن. حالا این جالبه. ببینید ما گفتیم بزرگان ما صبح تا شب تفیلین تنشون بوده، ما هستیم که امروز صبح تا شب تفیلین ها نمیبندیم و تفیلین فقط زمان تفیلا میبندیم. خب ولی واقعا قدیم بزرگان صبح تا شب با تفیلین بودن. خب حالا روش خودشا چیکار میکنن اینا که صبح تا شب با تفیلینا؟ ببینیم هنو هگیم اونایی که رسم دارن لیل بوش که بپوشن تفیلینا کل هیام تمام روز یخزور برگرده و بپوشه در روش خودش بعد از تفیلای موسا. یعنی بزرگانی که صبح تا شب با تفیلینا
بعد تفیلای مصاف تفیلین میبندن به این ساریخ و لازم نیست که برگردان رو براخا بگن اگه فکرشون این هایا دعتو لازه اگه فکرشون در این مورد بوده در زمان خلیصاتان در آوردن تفیلین لفی بر طبق منش پاسق چیزی که حکم مریده رما در بالا در صحیف یودبت و در خون همه پس اونایی که صبح تا شب تفیلین میبندن برای مصاف تفیلینشون رو در میارن بعد مصاف دوباره تفیلین ها میپوشن و در خود حمایت قرار نده اصلا دیگه لگمره به طور کامل تا شب. ولی اونا که صبح تا شب تفیلین میبندن تو خود حمایت دیگه بعد مصاف دیگه تفیلین نبندن. پس اونایی که صبح تا شب تفیلین میبندن تو خود حمایت اشکنازی هایی که تفیلین میبندن تو خود حمایت بعد مصاف دیگه نبنده تفیلین تا شب. به ها اناشین و افرادی که همه نیخین قرار میدن تفیلین ربن و تاما در خل حمایت اصلا قرار ندن. یعنی آقا اونام که سخت میگیرن تو خل حمایت تفیلین میذارن بدون براخا اشکنازی ها فقط تفیلین راشی ها میذارن. تفیلین ربن و تاما نمیذارن. و در روش خودش میتونن قرار بدن بعد از خاتمه شانیخ سبور تفیلای مصاف. یعنی تو روش خودش بعد مصاف میشه تفیلین ربن و تاما گذاشت. یا اینکه دور کنن تفیلین راشی ها قبل اوبالسیان و ربن و تاما بپوشن در زمان گفتن اوبالسیون. خب ببینید در مطای تروش خودش اونایی که ربن و تاما میبندن بهترین حالت اینه که تا سر اوبالسیون با تفیلین راشی بخونن از اوبالسیون به بعد با تفیلین ربن و تاما بخونن. این بهترین حالته. اگه نشود بعد تفیلین مصاف ربن و تاما ببندن اونایی که ربن و تاما میبندن. خب قدوشت کتر یادتون باشه یه توضیح هم برای تفیلین ربنوتان بدیم. اینا بخونیم بعد یه توضیح هم برای تفیلین ربنوتان میدیم. قدوشت کتر پروش توضیحش بیمغم شان و عمریم. در جایی که ما میگیم نقدش در مصاف میگن بیست مقموت در بعضی از مکانها کتر یتنو لخا. ببینید بعضی جا به جایی که تو خزارای مصاف برای روش خودش بگن کتر یتنو اونجا میگن نقدش به جا کتر میگن نقدش. لاخرین بنابراین این ناخون لیهیوت آز کتر صحیح نیست که باشه اون موقع کتر تاج تفیلین برش. یعنی آقا وقتی ما نقدی شاخه مصطفی جواب میدیم چون میگیم کتر یتنو درست نیست که کتر سرمون باشه یعنی تفیلین سرمون باشه و فیلو و حتی در تفیلای لخشه که میخونیم مصطفی. پس مصاف روش خودش نباید تفیلین بپوشیم برای خزارا چون کتر میگیم حتی تو خزارا حتی تو لخش هم که میخونیم سخت گرفتن. او پاشوت و واضح دیم شاخه که اگه فراموش کرد و شروع کرد که تفیلای مصاف بخونه در نیاره وسط تفیلای مصاف که این نیست فقط رسمه. اگه شما اومدید تفیلای مصاف با تفیلین خوندید وسط تفیلا مصاف نباید تفیلینتون رو در بیارید چون این رسمه. رسمه که ما تفیلینمون رو در میاریم قبل مصاف. بنابراین اگه که مصطفی شروع کرد با تفیلین نباید وسط تفیلای مصاف وسط لخشش بیاد در بیاره. خب به خود مقام در هر جایی گفتیم در هر جا که چه اینکه کتر بگن چه اینکه نقدش بگن رسمه که تفیلین در میارن قبل مصاف. به حتز و طول زهاب نوشته دهن و هگ که کسی که رسم داره که در نمیاره در مصاف این آلا تلونا هیچ شکایتی بر اون نیست. این الافتمونا یعنی هیچ قرولندی یا شکایتی برون نید. یعنی تز میگه کسی که با تفیلین مصافا بخونه این طوری نید. اشکالی نداره. نه خرسون که شین آنو عمریم ما نمیگیم قدوشای کتر یتنو بخارا. یعنی تز میگه چون ما لفظ کترا نمیگیم البته ما میگیم. اما طبق تز اشکنازگی ها کتر یتنو نمیگن. گرن قدش یتنو بخار. رشامتی و شنیدم الگدول هدور در یک بزرگ دوره ای شروح های خلصان به مصاف که در مصاف تفیلینش را در نمی آورده. اما حمید فلل به سیبور کس که تو جماعت میخونه مطمئنن لوی شنه تغییر نده مینهاگا رسمه ده سیبورا جماعت را. آقا حتی اگه یکی هم مثلا حالا طبق بعضی بزرگان که میگن مصاف با تفیلین بخونه با تفیلین میخونه ولی تو جماعتی که بدون تفیلین میخونه باید بدون تفیلین بخونه. یه اصل کلی همیشه آدم باید همرنگ جماعت باشه. بنابراین نباید برخلاف جماعت بیاد کاری انجام بده. پس شنایی که تفیلین در میارن تو مصاف همه باید در بیارن. اما طبق تز میتونه آدم مصاف با تفیلین بخونه که حلافای ما نیست. ما در میاریم حتما. با
خب بفرمایید سوالتون آقا موشه. الان اینا که گفت یعنی کسی که رب به نتام ببندن تا والدشون ببندن بعدش رب به نتام ببندن، یعنی کلن والدشون و به تیغو با تفین رب به نتام هم بعد دوباره سر مصاف درش میارن. بله بعد دوباره سر مصاف در میارن. بله همین بعد برای خلم های زن همین جور رو گفت، یعنی اونایی که داخل یعنی اشکنالی ها میخوانن برای خلم هایی که خلم هایی ربنوت هم نمیبندن تو خلم هایی اونایی که سخت میگیرن تفیلین راشی ها بدون براخ ها میخونن میبندن براخ ها دیگه ربنوت هم نمیبندن چون چندین صافقه. خب اگه یه نفر گفتی مصاف خون نمیخواد در بیاره چون یعنی رسم این کاره. بله یعنی اونایی که مصاف یکی مصاف خون با تفیلین خیامش نمی کنیم که آقا زود وسط نخش در بیار، خیامش نمی کنیم. خب این که نشتن دن و رقم این هاگا رقم باید یعنی بلکه کنیم جورایی. فقط این رسمه، چون فقط رسمه که میان تفیلین رو در میارن برای مصاف. خب دهنو کلمه دهنو که قبلش بود من پیش کرد. خب دهنو که نیست، فقط رسمه نیست مگر یعنی بعد آره خب اونم بعد بنش فقط هم معنی کنه. اوکی اونجوری هم بگیم. اوکی بله و. خب زنداش بفرمایید آقا منیشا. بخش من دیگم تو صاحب خاتانه 60 سامخ گیج شدم. چرا گیج شدید؟ میشه یه توضیح کلی بدین؟ سامخ یا سامخ آلف؟ سامخ ها. ببینید گفتیم خل همو بعضی اشکنازی ها رسم تفیلین میبندن بدون براخ. کی در بیارن تفیلینشون ها؟ طبق نظر رما قبل موسا، طبق نظر میشنه برو را قبل حله جماعت در بیانن، شاری اخسبور بعد حله چون سر جماعته. ولی اگه شاری اخسبور هم فرصت داره در بیاره، مثلا اتروگا مردم اومدنش برا خوابگن، حتی شاری اخسبور هم قبل حلل سوکا بیاد و در بیاره تفیلینشا اگه وقتی با سر جماعت نمیشه. و مورد دیگه این که اشکنازی ها درسته که بدون براخا تفیلین راشی ها تو خل همواهد میبندن، ولی تفیلین رب نوتامه اصلا نمیبندن. بازه همین بازه دنده باشید. خب رب تا یه توضیح در مورد تفیلین راشی ها رب نوتامه بدیم. ببینید آره جلوتر هم بازم داریم بحثش ها کامل. تفیلین راشی و رب نوتام این مخلوقته. بعضی ها عقیده دارن که تفیلین راشی اصله، بعضی ها میگن تفیلین ربنوتام اصله. بعضی ها عقیده دارن که یکی از این تفیلین ها باید پاسول باشه، یه دونش فقط کاشه. بعضی ها عقیده دارن که نه، هم راشی درسته هم ربنوتام درسته. حالا اینها رو داریم به ذات هاشم جلوتر، من خیلی خلاصه دارم خدمتتون میگم. حالا خاله محصه چیه؟ حالا خاله اینه که خوبه آدم هر دوتا رو ببنده، هم راشی هم ربنوتام، که طبقه ها را به نیشخه هر دوتا را با هم ببنده. دیدید بعضی از باتیمه تفیلین ها کوچیکه، کوچیک درست کنه باتیمه که هر دوتا رو دست جا بشه یه جا طبقه ها را به نیشخه. حالا بعدی هم گرنه آقا جدا جدا ببنده، به خاطر اینکه ممکنه میخشون پیش بیاد سر جاش قرار نگیره، جدا جدا تفیلین ها ببنده. خب اول راشی بعد ربنوتام، که رو ربنوتام ما براخا نمیگیم که طبقه ها را به نیشخه. چرا برای خواه نمیگیم رو ربنوتا؟ چون اینقدر درجه بالایی داره که ما قدرت اینا نداریم که بتونیم روش براخا بگیم. ولی طبقه پشات صافق برا خود لحاقه. آیا افراد مجرد هم میتونن راشی؟ خب ببینید پس ما هر دوتا را میذاریم که طبقه نظر همه از انجام وظیفه خارج بشیم. و هر دوتا را که میذاریم طبقه یه توضیح، هر دوتا علاقه مشمیسینه تو حلاقا مشمیسنهی به ما داده شده، طبق یه توضیح باید نیت ببندیم که یه دونش به عنوان رسوعا به آلما باشه، به عنوان تسمه معمولی به آلما حساب بشه. حالا اینا رو بازم داریم. و
بعضی عقیده دارن که مجردی که نمیتونه فکرش رو طهور نگه داره نباید تفیلین رب نوتاما ببنده، ولی بعضی هم گرن نه مجرد هم میتونه ببنده. تو این حالت ها فرد مجرد با مرهورا مشورت کنه که آیا رب نوتاما ببنده یا نبنده. خب بفرمایید آخام دانیه. خیلی که دارم تفیلین رب نوتاما راشی از دوره ماشیه خود از دوره ماشی رب نو بوده خیلی. بله یه نظریه است که اینا میگه، یه نظریه است که حلفا موشه میسینای بوده از دوره مشربنو هر دوتا بوده. بله خب مثلا چرا مشربنو از خدا نپرسید معلوم کنه؟ هر دوتا ببینید اون موقع از خدا مشربنو پرسیدن، حالا ما به مخلوقت که آیا از اون دوره بوده یا نبوده، یا بعضیا میگن این بعدها در نظریه راشی و رب نوتا مخلوقت میشه، اینا خیلی روش مخلوقته. حاکم دانیل متوجه بعضی ها میگن خب هر دوتا دستور داده شده ایم، بعضی ها میگن نه یه دونش فقط دستور داده شده ایم. حالا اینا رو داریم به ذات هشم، من فقط خیلی خلاصه گفتم. میرسیم. خب بفرمایید حاکم موشه. الان این چه حالتی گفتید که بعد برا مشورت کنه؟ که فرد مجرد تفیلین رب نوتاما ببنده یا نه؟ تفیلین رب نوتاما مجرد جان؟ چه سنی؟ با همون 13 سال که آدم میشه بعد از مرهورهاش بپرسه که آیا تفیلین رب نوتاما ببنده یا نبنده. بفرمایید تا خام دانیل عزیز. بفرمایید تا خام دانیل. یه نفر به جنگ که تفیلین رسیش رو ببره کنیسا تفیلین رب نوتاما میبره، بعد چی کار بکنه؟ میتونه بره خونه راشی میبنده، بدون براخا میبنده و میره تو خونه راشی هم میبنده. بعد سوال دیگه، چجوره تشخیص میدن تفیلین راشی و با رب نوتا؟ اینا میرسیم به امید خدا. یه نخ گیده که جاش فرق داره، راشی و رب نوتا هم به ذات هشم تو سفروت همه اینا را میخونیم و توضیح میدم خدمتتون. همین زنده باشید. خب سوالی نیست رباتای؟ بریم میشنت خخامیم. میشنت خخامیم رو بیارید. فصل 25 شماره چندیم رباتای؟ سی و نو. بله. شماره چهل. میشنت خخامیم فصل 25 شماره 40 هم کنیم. کاتب کفخاییم، نوشتن کفخاییم که مد سر به نفشی العز بخوریم که مد سر، یعنی یه عذابیه در جانم، العز بخوریم بر برخی از جوانها میتوفسه هتورا که گرفتن تورا را، دیش مهم که هستن اونها دخلسین در میارن تفیلینشون رو با گفتن قوه الهشم خزد. این کفخایی میگن بعضی از تلیند خخامی میان تو قوه تفیلینشون رو در میارن، تو قسمت قوه. به اینان اوسیم و انجام نمیدن که از هرات مثل اختار ربن و حقادوش ها عریزان که نباید در آور تفیلین ها که این مگر بعد از گفتن الکن قوهلا. یعنی کفخایی قصه میخوردن که آقا بعضی تو قوه در میارن تفیلینشون رو، در صورت که ربن و عریزان میگن آخر آن این شب یخ باید آدم تنش باشه. کش گمر پاسوق هنگامی که خاتمه میده پاسوق و های ادونای دمرخ الکل هارس و گمر و یه صد نیسکاب بازه و راز خیلی بزرگ تو این مطلب هست. کفخایی میگن که ربین هاریزال گفتن تا آخر آن این شب یخ با تفیلین باشه چون راز در اینه، راز خیلی بزرگی و های تعمق و نیستار و بوده دلیلش در پنهانی و نیگنا و در آشکار. میشنت خخامیم شماره 40 را میخونیم. میشنت خخامیم فصل 25 شماره 40. کشر همونطور که آورده اونجا. و هم مخلیفیم و اونها عوض میکنن. قل و خمر. میقل و خمر
میان و سب... قلب و خمه میکنن. معل کن نقوه لاخ نقوه الهشم. یعنی بعضی هم میان آقا قلب و خمه میکنن و خودشون که آقا معل کن نقوه لاخ لقوه الهشم. ببینید تو آلنون شبه یخ الکن نقوه لاخ داریم. خب یا آلنون شبه یخ قسمت دومش الکن نقوه لاخ. خب بعضی هم میگن آقا این که ربنو هرزال گفته الکن نقوه لاخ تو آلنون شبه یخ همون قوه الهشم هم منظورش هست که این اشتباس این قلب خمر. دیش می بعله حباتیم کستن از بعله باتیم میگیره هشم که از خدا ترس دارن به خوشبشم و دلومدین که یاد میگرن خقل اسرائیل یا معمادوتا با تلیتوت فیلیم برو این اوتان و میبینیم اونها را دم محرین که عجله میکنن لاتست که خارج بشن از کلیسا به خورقین شن لومر و خورقین شن یعنی میان میکنن دندونشون و میگن رئو ببینید تفزه تورا مینشاریم قلو. یعنی اونا که تورا را گرفتن یعنی تلمید خخامیم مینشاریم قلو از عقاب ها سبکترن و افیلو ایم لامد. حالا توضیح میدم یعنی و افیلو مرسا ایم لامد یاد گرفت خقل اسرائیل را از قبل ایم کلزه با تموم اینها یلو یخلوز در نیاره تفیل نشا مگر اینکه الکن قبل آخوا بخونه و همچنین نوشته به نیشخای و کفخاییم دیش نینهوگ بازه که اینگونه باید رفتار بکنیم طبق نظر قبل و عیزاد. یعنی آقا اینجا میگن بعضی هستن تون تون میخوان تفیلینشون رو زود در بیارند و زود از کلیسا فرار کنند مثل یه بال عقاب فرار میکنند و اصلا نمیان با نمیذارن تا آخر آلینو شب یک تفیلینو سید تنشون باشه و نمیان یه لیمودی باش بکنن. اینا جالب نیست ولی در هر صورت سعی کنه تا آخر آلینو شب یک تفیلین برش باشه. کاتب کفخاییم نوشته کفخاییم بشم سفر تیپونن شامیر این نخلص در نیاره تفیلینا تا اینکه یاد بگیره با اونها آخر ها تفیلا بعد از تفیلا. ببینید خیلی مهمه آدم با تفیلین تورا یاد بگیره. خیلی آخر اخاد همربه چه کم و اخاد هممید ببخشید چه زیاد و چه کم. اخاد همربه چه زیاد و اخاد هممید چه کم. یعنی هر قد که شده حتی شده دو تا علاقه هم با تفیلین یاد بگیرید روزی این خیلی خوبه. کیلوی زکه آدم زیر آدم مزکی نمیشه لقنوت که به دست بیاره خلقه نفش و قسمت های جان روخو و نشماتو روح و نشاماشا الا امکن مگر اینکه یاد بگیره با تفیلین. مثلا با تفیلین که آدم یاد بگیره میتونه یه قسمت از نشاما را به دست بیاره که به صورت عادی اون قسمت را نمیتونه از نظر معنوی به دست بیاره خوبیوتر و بیشتر با تفیلین را بنوتان. ببینید پس یه بار دیگه آموزش تو را خب نشاما آدم را میسازه ولی یه قسمتی از نشما زمانی ساخته میشه که آدم با سیسیتو تفیلین تورا یاد بگیره یا با تفیلین رب نوتام تورا یاد بگیره. مکات اول نمیشته بشم هارب بتیعقوب از قول هارب بتیعقوب که نمیشته از قول ربن هایزال دخول هش پا که تمام فیز که پایین میاد از بالا الگده توسط تفیلای جماعتی هینه کل مشه اصق آدم اینک هر چقدر که آدم مشغول بشه به تورا بعد از تفیلا قبل اینکه خارج بشه از کنیسا هی میخللت اون در جز قرار میگیره توخ اوتا هشپا در میان اون فیز به اوله ایمو و بالا میره با اون. یعنی تموم فیزایی که تو تفیلا جماعتی به دست میاد اگه یکی بعد تفیلا آموزش تورا داشته باشه با سیستو تفیلین همه اون فیزا را میگیره. و همچنین اوورده در شروط یبی عمر که اوورده صحبت های کفخایی ما به حسی و اضافه کرده دمت و اومن ناییم که چقدر خوب و خوشاینده که یاد بگیره در هر روز خقل اسرائیل ها با تفیلین ربنوتان. ببینید خقل اسرائیل هم داخلش حلافا داره هم تورا داره هم میشنا داره هم گمارا داره. خیلی خوبه که آدم با تفیلین ربنوتان هر صبح خقل اسرائیل ها یاد بگیره. خیلی مدرکا داره هم مصار داره مصار هم داره. هر کسی یاد بگیره میتونه از نظر قبالا خیلی برای نشاماش خوبه. پس در هر صورت حالا اگه خقل اسرائیل هم یاد نمیگیرید حداقل لیمودی یاد چه کم چه زیاد سعی کنید با تفیلین داشته باشید در هر روز. بفرمایید تا خاموشه. علی تیکه آخرش چی بود که در فیلد و اینا گفت در مورد چی؟ همین که فیل گفت در مورد همین هشپای همین فیل
فیل بوده. یعنی شما وقتی پایان تفیلای جماعتیتون با تفیلین آموزش تورا داشته باشید، کل این فیز تفیلای جماعتی بدون میرسه. یعنی اینقدر قدرت نشامانون پیدا میکنه که پتانسیل اینا دارید که بتونید کل این فیزه را بگیرید برای نشامانتون. قبالا یه دیگه اینا تا به قبالا است. اوکی؟ خب تا سر همینجا نبا تایی. محفظ باشید. تشکر عباس. شارو مرخم.